درود بر شما، خوش آمدید به این درس ویدیویی. زیور شاه محمد هستم و میخواهم امروز در مورد تأثیر فناوری های نوین بر رسانه ها و یا راز قدرت گرفتن شبکه های اجتماعی با شما صحبت داشته باشم. دلایل مختلف را در باره رشد و افزایش و نفوذ شبکه های اجتماعی میتوان عنوان کرد، اینکه چرا برخی از آنها با استقبال گسترده مواجه میشوند و برخی برعکس چندان خوش پذیرفته نمیشوند. البته این بحث جداگانه است. امروز در مورد آن شبکه های خواهم گفت که بیننده تلویزیون، مخاطبان روزنامه ها و شبکه های رادیویی را از آن خود کردند. اما به هر حال امروز کمتر کسی میتوان به قدرت و نفوذ این شبکه ها شک بیاورد. تنها یک مثال ساده برای شما دارم. زمانی که سال 2006 میلادی توییتر تأسیس شده بود، بسیاری ها میگفتند که این یک شبکه کم توجه خواهد بود، چون امکان نوشتن متن های کوتاه را برای کاربران اجازه میداد. مگر در 144 علامت و یا که حرف میتوان فکر خود را بیان کرد و یا خبر مهمی را همرسانی کرد. اما چنانه میبینیم روند حوادث نشان داد که از دل توییتر ابزار بسیار قدرتمند شکل گرفت. حوادث اجتماعی که در گوشه و کنار جهان شروع از دهه 90 عصر 20 میلادی رخ داد و به ویژه در جریان آنچه با نام بهار عربی معروف شده بود، نشان داد که این ابزار نه تنها میتواند جایگزین رسانه های عادی مثل رادیو و تلویزیون و روزنامه ها باشد، بلکه قدرت تبدیل شدن به ابزار برای فرایند مهمتر اجتماعی خواهد بود. از مقام های سیاسی گرفته تا هنرمندان و خبرنگاران و شبکه های رسمی رسانه ها به عنوان منبع خبری از توییتر کار می گیرند و میان مخاطبان خود خبر و گزارش ها را به اشتراک می گذارند. از همه جالبش اینجاست که امکان رشد توییتر همان چیزی بود که نقطه ضعف آن عنوان می شد. خبرهای کوتاه، سریع و هدفمند، بی‌حاشیه پردازی و از همه مهمش قابل دنبال کردن و به اشتراک گذاشتن. شبکه های تلویزیونی به زودی به همان چالش روبرو خواهند شد که روزنامه ها به آن دچار شدند، یعنی کاهش مخاطب و از دست دادن توجه تماشاچیان و زیان های هنگفت مالی. صفحه های شبکه های اجتماعی بعضی افراد در تنهایی از مجموعه چندین روزنامه های چاپی ما بیشتر خواننده دارند و کانال تلگرام و یا توییتر منبع دریافت و یا پیگیری خبرهای مخاطبان شدند. در دنیای غرب از فناوری ایجاد کلمه های کلیدی جستجو و یا آنچه که امروز با نام هشتگ ها معروف است خیلی زیاد کار می گیرند. هشتگ ها باعث شده که کسانی که به موضوعی خاص علاقمند هستند به سادگی و به مشکل آن موضوع را دنبال بکنند و به جستجوی کلمه کلیدی و یا که هشتگ که به همین شکلی که در اکران می بینید گذاشته می شود، می توان همه خبرها و نظرهایی را که از این کلمه استفاده کردند مشاهده کنند و از بحث ها درباره این موضوع با خبر شوند. با این حال باید قبول کنیم که در آینده شاهد رشد تلویزیون های هوشمند خواهیم شد. شبکه های بزرگ جهانی امروز ناچارند در کنار هر برنامه خود هشتگ اختصاصی را روی صفحه نمایش نشان بدهند. مهم نیست که برنامه و یا شبکه موضوع خبری را دنبال میکند و یا سریال تلویزیونی است، تا مخاطبان با استفاده از آن بتوانند در باره برنامه حرف بزنند و یا تبادل نظر بکنند. این اتفاق باعث افزایش نفوذ آن رسانه می شود و بسیاری از بحث ها را در فضای مجازی که به هر حال شهروندان به آن دسترسی پیدا می کنند به سمت خود می کشاند. روزنامه ها برای آن که بتوانند به حیات خود در بازار ادامه بدهند، مجبور شدند با رسانه های دیجیتالی و یا که آنلاینی رقابت بکنند. تأسیس روزنامه گیاهی ماینچین شیبمون. حالا یک مثال جالب دیگری برای شما دارم. به خاطر از دست ندادن مخاطبان خود، یک روزنامه ژاپنی با نام ماینچین شیبمون به کار دست زد که حتی در گوشه خیال ما و شما نبود. این روزنامه در کاغذ چاپ می‌گردد که در ترکیبش تخم گل و گیاه است و اما ظاهرش از کاغذ معمولی و روزنامه‌های معمولی فرقی ندارد. پس از مطالعه شما می توانید این روزنامه را در باغچه ها و یا گلدان های منزل خود بکارید و به آن آب بدهید و شاهد دوباره جان گرفتن آن خواهید شد. تا به حال به طور متوسط بیش از 5 میلیون نسخه از این روزنامه چاپ شده است و همه روزه 700 هزار تیراژ دارد این روزنامه. یکی دیگر از شبکه‌های اجتماعی که تأثیر جدی بر روند رسانه‌ها از جمله تلویزیون گذاشت، این یوتیوب بود. یوتیوب با قابلیت به اشتراک گذاری نامحدود محتوای تصویری، فرصت فوق‌العاده مناسبی در اختیار کاربرانش گذاشت. اگرچه در ابتدا این راه برای به اشتراک گذاری فیلم‌های خانوادگی و ویدیوهای با دوربین‌های غیر حرفه‌ای خانوادگی بود، اما با ارزان شدن ابزارهای تصویربرداری و افزایش کیفیت دوربین‌های ساده که در گوشی‌های
تلفن همراه وجود داشتند و امکان وصل شدن به اینترنت عملا بسیاری از رویدادها فیلمبرداری و اشتراک گذاری گردیدند. حالا می توان گفت هر کس می تواند از هر حادثه گزارش تصویری و یا حداقل تصویری خام تهیه بکند که برای رسانه ها از جمله تلویزیون ها چنین ابزار تهدیدی جدی دارند. هیچ خبرنگار نمیتواند در لحظه روی دادن حادثه و رویداد خاصی از قبل در محل حادثه حاضر باشد، اما همیشه افراد در هر محلی که واقعیت رخ میدهد حضور دارند و کافی است یکی از آنها با دوربین تلفن همراهش که با اینترنت ارتباط داشته باشد بلافاصله آن رویداد را به جهان مخابره کند. دیگر هیچ رویدادی نمیتواند از چشم دنیا پنهان بماند. اگر یک زمانی گفته میشد که در حال حاضر تصویر و یا ویدیوی مربوط به سقوط هواپیما که گزارشگران موفق به ثبت آن شدند نادر و یا که اکسکلوزیو است، امروز تقریبا غیر ممکن است که گزارش تصویری از این نوع حوادث وجود نداشته باشد. البته اگر هواپیما بر فراز اقیانوس و یا که جای کاملا بی آدم سقوط نکند. بسیاری از شخصیت‌های باهنر و استعدادمند با استفاده از این ابزار شروع به تولید محتوا کردند، محتوایی که امکان تولید آن برای رسانه‌های جدی وجود نداشت. یوتیوب امروز میزبان بسیاری از برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، علمی و اجتماعی است که گاه بازدید آنها و امکان نفوذشان رشک بسیاری از رسانه‌های رسمی را می‌آورد. برای مثال یک فیلم تصویری کوتاه 1 تا 2 دقیقه‌ای بیش از 3 میلیون بازدید کننده دارد. یک برنامه خنده‌دار و یا کمدی که فقط برای پخش در یوتیوب تولید می‌شود تا کنون بیش از 19 میلیون بیننده داشته است و ویدیوهای آن قریب 4 میلیارد بار دیده شده است. البته این تعداد برای شبکه‌های تلویزیونی تنها یک آرزو است و خلاص. امروز بسیاری از شبکه‌های خبری به یوتیوب روی آوردند. یکی از شبکه‌های خبری مهمی که به طور منظم از یوتیوب استفاده می‌برد، شبکه انگلیسی زبانی رشد توده می‌باشد. در بسیاری از کشورهای اروپایی این تلویزیون قابل پخش نیست و یا برای تماشای آن مبلغ اضافی پرداخت باید بکنند. شبکه رشد توده بسیاری از برنامه‌های خود را به طور کامل در یوتیوب می‌گذارد تا افراد بیشتر آن را ببینند و تأثیر رسانه خود را افزایش بدهد. امروز شبکه‌های اجتماعی قدرت خود را چنان افزایش دادند که یک شخصی آگاه و با دانش با استفاده از فرصتی که رسانه‌ها در اختیارش گذاشتند می‌تواند در برابر بزرگترین رسانه‌ها قرار بگیرد. یکی از نمونه‌های اخیر این ماجرا مربوط به یک کاربر فعال آمریکایی با نام الیز اندری 29 ساله است که تنها با کمک شبکه‌های اجتماعی موفق به ایفای نقش مهمی در دنیای بزرگترین رسانه‌های اروپایی شده است. کلمبیا ژورنالیسم، یکی از مجله‌های بانفوذ، در در مقالهش مصاحبه او را جا دادن، میگوید که این بانو با مدد رسانه‌های اجتماعی و به تنهایی و کاملا مستقل در دنیای شبکه‌های اجتماعی میچرخد و میلیون ها دلار درآمد دارد. روند استفاده از شبکه‌های اجتماعی روند رو به رشد است. امروز نسل از نوجوانان و جوانان در دنیای مجازی زندگی میکنند. اگر ما امروز کم کم کار با ابزارهای دنیای مجازی را یاد میگیریم، نسل نو به دنیا میآید که بسیاری از آنها قبل از آنی که نوشتن را یاد بگیرند، کار با تبلت ها و گوشی های هوشمند و بازی های کامپیوتری را یاد میگیرند و تواناییشان بهتر از توانایی های ما خواهد بود. برای آنها ایمیل، فیسبوک، توییتر، وایبر، اینستاگرام و آنچه در آینده به وجود خواهد آمد بخشی از تجربه دنیای مدرن نیست، بلکه بخشی از معمولترین چیزهای خواهد بود. امروز می دانیم که بسیاری از آژانسی های اطلاعاتی و حتی شبکه های خصوصی در تلاشند تا اطلاعات در فضای مجازی را که از خود باقی می گذاریم جمع‌آوری کنند. در روزنامه، کتاب، فیلم، شبکه‌های تلویزیونی، ماهواره، شبکه‌های اجتماعی می‌توان هر نوع محتوایی را تولید و منتشر کرد. در میان این همه انبوه داده‌های به نظر بی‌ربط و بی‌ارزش، شرکتی هست با نام داتا ماینینگ که این داده‌ها را به درازمدت با ارزش می‌کند و مبنای درآمد خوبی از آنها می‌گیرد. این رسانه‌ها امروز از ابزارها برای پیشرفت خود استفاده می‌کنند. همین خطرها در قالب دیگر و در وسیله دیگر نیز وجود دارد. سوال مطرح اینجاست که راهبرد ما در مقابل نفوذ رسانه‌های جدید چی خواهد بود؟ آیا محدودیت‌های غیر هدفمند می‌تواند در درازمدت مشکل و نگرانی‌ها را حل کند؟ برای پاسخ دادن به چنین سوال باید نگاهی به آینده و برندهای قدرتمند انداخت که امروز در جهان پیگیری می‌شوند.
در حال حاضر شخص مانند ایلان ماسک، بنیادگذار ایکس کام و پیپال که همگی 47 سال دارد، مؤسس اسپیس ایکس، نخستین شرکت خصوصی که موفق به فرستادن کشتی کیهانی به فضا و با ناسا برای خدمت رسانی با ایستگاه فضایی بین المللی دعوت شده است و همچنین رهبر شرکت ماشین سازی تسلا موتورز که نخستین نسل ماشین های آینده را تولید می کند، اعلام کرده است که قصد دارد با کمک ماهواره های تولید شرکتش که با یاری پرتاب های شرکت او به کیهان می روند، امکان دسترسی به اینترنت رایگان و بدون محدودیت را در سراسر جهان فراهم می آورد. امروز رسانه‌های اجتماعی بخش عمده از کاربران اینترنتی را در کشورهای مختلف به خود جذب نمودند و در این زمینه به دلیل وسعت فوق‌العاده زیاد کاربران و سرویس‌های رشد روزافزون، هنگام استفاده از این نوع سرویس‌های پیش‌بینی شده خیلی زیاد هستند در دنیا. امروز رسانه‌های اجتماعی زمینه برای ابراز عقیده و دیدگاه‌ها و مکان برای سرگرمی و دوستیابی و همچنین برای توسعه علم و دانش و تخصص شده‌اند. سایت های اینترنتی و تخصصی عموماً لینک های در شبکه های اجتماعی دارند و از این باعث تخصصی با سرعت تعاملی را در این رسانه ها در اختیار مخاطبان قرار می دهند.